آرش حسنیا روزنامه‌نگار اقتصادی با ماست برای بررسی بیشتر این موضوع. های حسنیا خیلی خوش آمدید. با توجه به این گزارش چه ارزیابی میشه از وضعیت تولید در فروردین ماه داشت؟ خب این گزارش از این بابت بسیار اهمیت داره برای اینکه خود فعالان اقتصادی بدون واسطه در واقع مورد پرسش قرار می گیرن و مشکلات بخش خودشون رو و مشکلات اقتصاد ایران رو بیان می کنن و این جنبندی میشه در این گزارش. همونطور که شما هم اشاره کردید شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران پایین ترین سطح در 3 ماه گذشته بوده. این وضعیت برای بخش صنعت به مراتب بدتر بوده و شاخص پایین ترین سطح در 36 ماه گذشته در فروردین ماه به دست اومده. البته فروردین ماه در تمام سالها شاخص ها پایین تر هست، یعنی در ماه فروردین به دلیل اینکه نیمی از ماه تعطیل هست معمولا این عدد پایین تر از ماه های دیگه است، اما حتی مقایسه فروردین 1402 با دو فروردین سالهای گذشته یعنی فروردین 1401 و 1400 هم نشون میده که حتی در این مقایسه هم شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در سال 1402 در نخستین ماه سال پایین تر از 2 سال گذشته بوده. علاوه بر تعطیلات نوروز و همینطور همزمانی تعطیلات ماه رمضان در سال جاری، مشکل دیگه ای رو که فعالان اقتصادی اشاره کردن این بوده که اونها به دلیل در واقع مسائل ارزی که وجود داشته و همینطور تخصیص نیافتن ارز مورد نیاز برای ادامه تولیدشون اساسا تمایلی به بازگشایی واحدهای اقتصادی خودشون در فروردین ماه نداشتن. آقای حسنی، یه موضوع دیگری که این روزها خیلی داغ هست موضوع بحران تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و کالای اساسی است. ظاهرا در این گزارش هم بهش اشاره شده. همینطوره، در این گزارش به چند، یعنی در واقع اثرپذیری صنایع و کلیت اقتصاد ایران از مسئله ارز از چند مسیر از سوی فعالان اقتصادی بهش اشاره شده. یکی از موارد اثرپذیری این است که خب به هر حال تنش در بازار ارز و همینطور شوک‌های قیمتی باعث شده که مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان افزایش پیدا بکنه، اونها نتونن پیش بینی داشته باشن نسبت به تامین مواد اولیه خودشون و در نهایت امکان برنامه‌ریزی از اونها گرفته شده. مسیر دیگه عدم تخصیص ارزی بوده که بانک مرکزی میباید برای بسیاری از صنایع و وارد کنندگان و تولید کنندگانی که مواد اولیه مورد نیاز اونها وارداتی تخصیص میداده و این اتفاق نیفتاده. در روزهای گذشته و هفتهای گذشته هم نشانه های بسیاری از این انتقادها داشتیم که به همین دلیل یا کالاها در گمرکات رسوب کرده یا کشتی ها منتظر این هستن که ارز تخصیص پیدا بکنه یا اینکه تولید کنندگان به بازار آزاد رجوع کردن که ارز مورد نیاز واردات خودشون رو از این بازار تامین بکنن. به هر حال نابسامانی در این حوزه، یعنی در حوزه تخصیص ارز و همینطور اثرپذیری مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید از محل افزایش قیمت ارز، یکی از مهمترین مشکلاتی است که در این گزارش هم فعالان اقتصادی بهش اشاره مفصل کردن. آقای حسنی، حدودا 1 دقیقه وقت داریم. در این خبرها اشاره شده به قطعی برق و احتمال افزایش اون در سال جاری. این با توجه به وضعیت تولید چه تأثیری میتونه بر رکود داشته باشه؟ ببینید الان سالهای متمادی است، یعنی فهم کنم که 3 سالی هست که ما در تابستان یا حتی شاید بیشتر دچار قطعی برق میشن صنایع، در زمستان دچار قطعی گاز هستن و تامین گاز اونها با مشکل مواجه میشه. در واقع مصداق کلاسیک و مصداق آشکار برهم خوردن فضای کسب و کار هست چنین قطع و وصل‌هایی، علاوه بر اینکه امکان برنامه ریزی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی رو از بنگاهداران می‌گیره، هزینه‌های تولید اونها رو هم افزایش میده. عددی که در سال گذشته به عنوان خسارت قطعی برق به صنایع بهش اشاره شد، رقمی بین 7 تا 10 میلیارد دلار بوده. قاعدتا این عدد میتونه عدد بزرگتری هم باشه، اما همین عدد هم به خوبی بیان میکنه که قطعی برق و اونطور که احتمال داده شده که در امسال هم اتفاق بیفته چه اثر ناگواری بر فعالیت های اقتصادی به ویژه صنایع بزرگ مثل فولاد و سیمان به همراه خواهد داشت. ممنونم از شما آرش حسنیان.